خیابان‌های باماکو پایتخت مالی شاهد تظاهرات و درگیری بین طرفداران و مخالفان کودتای اخیر در این کشور بود. طرفداران کودتای نظامیان مخالفت خود را با دخالت کشورهای خارجی اعلام کردند. این در حالی است که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا که متشکل از همسایگان مالی است، پس از لغو عضویت مالی در ضرب العجلی به نظامیان حاکم بر این کشور تا روز دوشنبه فرصت داد تا قدرت را به غیر نظامیان واگذار کنند. در غیر این صورت با تحریم‌های سنگین سیاسی و اقتصادی روبرو خواهند شد. رئیس کمیسیون جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا میگوید تدابیر در نظر گرفته شده شامل فراخواندن سفرهای کشورهای این جامعه از مالی است. هواپیمای حامل شماری از رهبران کشورهای غرب آفریقا که راهی مالی شده بود، پس از اشغال باند فرودگاه باماکو به وسیله طرفداران کودتا در میانه راه مجبور به بازگشت شد. نارامی‌های سال گذشته لیبی باعث شد شمار زیادی سلاح سرگردان روانه شمال مالی شود و شورشیان این منطقه را قوی تر از گذشته کند. کودتاگران ناتوانی دولت در مواجهه با این شورشیان را دلیل کودتا خواندند.